به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین و مکتب هادی خوش آمدید امیدوارم که جور سالم و سهتمند باشید با مضمون فیزیک صنف نهم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از شروع درس شماره ما را یادداشت کنید که اگر سوالی داشتید در رابطه با این درس با ما در از طریق این شماره مطرح کنید شماره ما هست دو سف نوستد و شست و چهار هفتصد و هشتاد دو سد و پینجا و چل شما میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید خب های عزیز و نازنین درس چهاردهم قرار با هم امروز آغاز کنیم در فصل چهارم قرار داریم با موضوع الکترومغناطیس موضوعاتی که در این جلسه قصد داریم با هم دیگه موارد بررسی قرار بدیم اول در رابطه با جهت قوه مغناطیسی صحبت میکنیم که چه عواملی بر جهت قوه مغناطیسی تأثیر گذار خواهد بود در ادامه در رابطه با یک آلهی به نام گالوانومتر با هم دیگه صحبت کنیم و در آخر هم القای الکترومغناطیسه موارد بررسی قرار خواهیم داد البته قبل از شروع درس مروری داشته باشیم بر درس جلسه قبل در درس جلسه قبل ما خدمت شما عزیزان بیان کردیم که اگر ما یک سیم داشته باشیم وقتی که قطب را قبل از اینکه جریانی وارد ای سیم ما شود و قطب نما را نزدیک سیم قرار بدیم شما میبینید که اقربه های قطب نمایش تغییر نمی کنه. اما اگر به سیم خودمان جریان وارد کنیم جریان آیا وارد سیم میکنیم و قطب نمار نزدیک این سیم قرار میدیم میبینیم که این اقربه های قطب نما تغییر جهت پیدا میکنه خب این چی را به ما نشان میداد؟ این به ما میگفت که اگر یک سیم شما داشته باشید که از سیم شما جریانی عبور کنه این سیم شما تبدیلی به هم یک مغناطیس میشه و ما میدانیم که هر مغناطیس در اطراف خودش چی یک ساحه مغناطیسی ایجاد میکنه دیگه سیست ساحه مغناطیسی هم که ما بارها برای شما عزیزان تعریف کردیم پس یک سیم حامل جریان میتونه که در اطراف خودش ساحه مغناطیسی داشته باشه خب در ادامه باز در رابطه با عواملی که برای ساحه مغناطیسی تأثیر گذار بودن هم صحبت کردیم اما امروز وارد درس جدیدمان میشیم میخوایم ببینیم که جهت قوه مغناطیسی به چه صورته خب شاهیدای عزیز و نازنین ما در درس جلسه قبل خدمت شما عزیزان بیان کردیم که اگر از یک سیم جریان عبور کنه این سیم ما تبدیل به مغناطیس میشه در اطراف خودش هم یک ساحه مغناطیسی ایجاد میکنه حالا اگر این سیم شما که خودش دیگه شده مغناطیس نزدیک یک مغناطیسی دیگه مثلا نزدیک یک آهنروبا شما ایرا قرار بدین مسلما بر سیم شما یک قوه وارد میشه شما میدانید که اگر شما دو آهنروبار نزدیک هم کنید اینا بر اساس او قطب هایی که وجود داره یا میتونن قوه جاذبه بینشان ایجاد شوه یا قوه دافعه حالا هم که سیم شما تبدیل به چی شده یک مغناطیس شده این وقتی که نزدیک یک مغناطیس دیگه قرار میدین اینجا بر سیم شما یک قوه وارد میشه دیگه اینه در درس جلسه قبل با هم دیگه بررسی کردیم اما در این جلسه قصد داریم بدانیم که چه عواملی بر جهت یک قوه مغناطیسی که بر سیم حامل جریان وارد میشه تاثیر گذارن. اولین عامل جهت جریان برقیه که جهت جریان برقی شما به کدام سمت باشه و دومین عامل جهت خطوط ساحه مغناطیسیه این دو عامل تاثیرگذار بر جهت قوه مغناطیسی که بر سیم عامل جریان وارد میشه خب با هم دیگه شکلش رسم کنیم بیشتر بررسی کنیم البته شاگردای عزیز در سنف های بعدی ما در رابطه با تعیین جهتی قوای مغناطیسی که با استفاده از یک قانون مهم به نام قانون دست راست انجام میشه بیشتر صحبت خواهیم کرد اما اینجا فقط میخوایم بدانیم که چه عواملی مؤثر هست بر جهت قوی مغناطیسی خب شاگردای عزیز فرض کنید که ما یک ساحه مغناطیسی منظم داریم به این صورت ساحه مغناطیسی ما گفتیم ساحه مغناطیسی را با یک سری خطوط نمایش میدیم دیگه این ساحه مغناطیسی منظمی هست که ایجاد شده حالا یک سیم شاگرد عزیز از این ساحه مغناطیسی ما عبور میدیم خب این سیم به این صورت این سیم ما ها. که در ساحه مغناطیسی قرار گرفته میگیم که جهت جریان جهت جریان آی هم به این صورت به سیم شما وارد میشه اینجا قوی که بر سیم وارد میشه به این صورته جهتش به این صورته که ما گفتیم در رابطه با تعیین جهت ای قوه ها در های بعدی بیشتر یاد خواهیم گرفت اما اینجا فقط میخوایم بیدانیم چه عواملی تأثیر گذاره این جهتش به این صورته اما اگر ما جهت جریان عوض کنیم به ای صورت میگیم که این جریان آی که به این صورت هستن ما جهتش عوض میکنیم و سمت پایین قرار میدیم به این صورت سه سه؟ اینجا مسلما جهت قوهی که بر سیم وارد میشم تغییر پیدا میکنه دیگه به این سمت نیسته قوهی که اینجا بر سیم وارد میشه جهتش به این سمت میشه این میشه قوه F پس اینجا نتیجه ای که میگیریم اینه که جهت جریان هم تأثیر بر جهت قوه مغناطیسی که بر سیم حامل جریان وارد میشه یه ای اولین عامل دو جهت خطوط سایه مغناطیسی اگه شما جهت خطوط سایه مغناطیسی به سمت هست جهتش عوض کنید مسلما قوه جهت قوه وارد بر سیم حامل جریان هم تغییر خواهد کرد پس اگر از شما سوال شد که چه عواملی تاثیرگذار هست بر جهت قوه مغناطیسی میگین دو عامل یک جهت خود جریان برقی که دستی میجاد میشه دو جهت خطوط ساحه مغناطیسی این دو عامل تاثیرگذار بر جهت قوه مغناطیسی در ادامه قصد داریم که با یک آله آشنا بشیم به نام گلوانومتر خب این گلوانومتر به چه صورت به چه صورت کار میکنه نگاه کنید برای آشکارسازی برای گیری مقدار و همچنین تعیین جهت جریان برقی ما از گالوانومترها استفاده میکنیم پس حواستان باشد چی کارهایی انجام میده گالوانومتر آشکارسازی اندازگیری مقدار جریان و همچنین اندازگیری جهت جریان ما از گالوانومتر استفاده میکنیم که شکلش هم به شما عزیزان نمایش دادیم اما ساختارش به سی صورت گالوانومتر همیشه در حضور یک ساحه مغناطیسی کار میکنه پس حتما باید یک ساحه مغناطیسی وجود داشته باشه تا دا گالوانومتر کار کنه و جریان برقی و شدت از که توسط گالوانومتر نمایش داده میشه با حرکت یک سیمپیچ یا یک کوایل هم گفته میشه پس ما سیمپیچ کویل کوایل میگیم دیگه پس با حرکت یک سیمپیچ یا یک کوایل در ساحه مغناطیسی ما میتونیم جریان برقی و شدت از او را توسط گالوانومتر مشاهده کنیم در واقع اگه بخوایم بیشتر بررسی کنیم میگیم که در گالوانومترها یک سیمپیچ متحرک وجود دارن صحیح شد یک سیمپیچ به صورت متحرک هستن که به صورت دائمی در آهنروباهایی هم که یا آهنروبا به صورت دائمی داخل گالوانومتر قرار داره این سیمپیچ ما در حال چرخشه و این سیمپیچ یا ای کوال ما که در حال چرخش است باعث میشه که ما بتونیم جریان و شدت جریانه ببینیم دیگه این میشه اساس کار گالوانومترها شما روی شکل هم میبینید که یک سیمپیچ در یک آهن دائمی در حال چرخش است. نکته مهمی که در قسمت گالوانومترها شاگردای عزیز وجود داره اینه که اگر شما یک گالوانومتر را به صورت موازی به مقاومت متصل کنید مشابه با امپیر عمل میکنه پس اگر موازی وصل کنم داخل سرکت با مقاومت کار همان امپیر انجام میده برای ما و کار امپیر چی بود جریان برقی را اندازه گیری اما اگر شما یک گالوانومتر به صورت مسلسل به یک مقاومت در سرکت وصل کنید اینجا دیگه کار ولتمتر را انداز، انجام میده کال متر چی بود جهت جریان برقی رو به ما نمایش میداد همانطور که ما در تعریف گالوانومتر هم خدمت شما گفتیم یک وسیله یک آله که برای گیری و تعیین جهت شدت جریان به کار میره دیگه پس اگر موازی وصل کنید میشه امپیر متر اگر مسلسل به سرکت خودتان وصل کنید به صورت ولتمت برای ما کار خواهد کرد پس این ویژگی مهمیه که گالوانومت داره حالا با توجه به نکاتی که خدمت شما عزیزان گفتیم به نظر شما گالوانومت و امپیرمت در چه عاملی با هم تفاوت دارن اگه شما این سوال ما ما جواب بدید معلومه که درس به خوبی یاد گرفتید خب یکی از جواب های این سوالیه که امپیرمت فقط اندازهگیری جریان برقی انجام میده اما گالوانومتر شما دیدین که علاوه بر گیری جریان برقی جهت جریان برقی هم میتونه به ما نمایش بده و تفاوت های دیگه هم داره که از شما تقاضا میکنم که در, این ای رابطه تحقیق کنید که گالوانومتر و امپیر متر و همچنین گالوانومتر و, و ولت متر چی تفاوت هایی با هم دیگه دارن تفاوت های دیگه شده برای ما در بیارید به شماره 2964780 دو برای ما روان کنید اما میریم سراغ یک موضوع مهم دیگه به نام القای الکترومغناطیسی ما در درس جلسه قبل و همچنین شروع این درس در رابطه با سیم های حامل جریان صحبت کردیم گفتیم که یک سیمی که حامل جریان هسته یعنی دارای خاصیت برقی هسته میتونه که خاصیت مغناطیسی ایجاد کنه یعنی در اطراف خودش یک ساحه مغناطیسی ایجاد کنه اینو بررسی کردیم اما در القای الکترومغناطیس میخوایم چی بگیم میگیم در القای الکترومغناطیسی خاصیت مغناطیسی وجود داره و باعث ایجاد خاصیت برقی خواهد شد پس در قبل ما بررسی کردیم که خاصیت برقی وجود داشت خاصیت برقی خاصیت الکترومغناطیسی را ایجاد کرد اما در القای الکترومغناطیسی میخوایم این خدمت شما عزیزان بیان کنیم که با استفاده از خاصیت مغناطیسی ما میتونیم که خاصیت برقی هم ایجاد کنیم حالا به چه صورت هم؟ میگیم که اگر شما یک هادی برقی داشته باشیم این هادی برقی شما در یک ساحه مغناطیسی قرار بگیره باعث تولید ولتاژ میشه. پس میگیم القای مغناطیسی یا القای الکترومغناطیسی در ادامه جریان القایی رو میخوایم تعریف کنیم جریان القایی چی هم میگیم جریانی که از حرکت سیم یا ساحه مغناطیسی به وجود میگه جریان القایی میگن حالا یه بیشتر با هم دیگه روی شکل توضیح میدیم تا هم شما الکترومغناطیسی رو بفهمین و هم جریان القایی رو خب توجه کنیم تخت سیاه خب شاید عزیز و نازنین فرض کنید که ما یک سیمپیچ یا یک کوایل داریم این سیمپیچ ای سیم ما این سیمپیچ یا کوایل ما به یک گالوانومتر متصل میکنیم به این صورت این گالوانومتر ما که اقربه هم داره پس یک سیمپیچ داریم این سیمپیچ به یک گالوانومتر متصل کردیم حالا یک مغناطیس یک آهنربا رو در نظر میگیریم که اینجا قرار داره این آهنربای مایه دارای دو تا قطب N و قطب S هم هست گفتیم مغناطیس ها دارای دو تا قطبن قطب N و قطب S خب حالا چیکار میخوایم کنیم تا بتونیم جریان القایی را میشه بهتر یاد بگیریم میگیم که اگر ما این آهنربا را سیم پیچ ما ثابته فعلا حرکت نمیکنه اگر ما این آهن رو باره به سمت سیمپیچ حرکت بدیم صحیح شد این آهن رو به سمت سیمپیچ ما حرکت میدیم مشاهده میکنیم که ای عقربه گالوانومتر ما تغییر پیدا میکنه این چی می ای نشان میده این نشان میده که با حرکت آهن رو با به سمت سیمپیچ یا کوایل وقتی که عقربه گالوانومتر تغییر پیدا کرد پس یک جریان اینجا ایجاد شده به این جریان ما جریان القایی یا وقتی که این آنروبا رو شما نزدیک کردین به سیمپیچ خودتان باز استاد شوید حرکت نکنید وقتی که حرکت نمی کنید اقربه گالوانوم دوباره به حالت صفر برمیگردن حالا دوباره این آهن رو که تا اینجا به سیمپیچ نزدیک کردید دوباره حرکت بدین به سمت جهت مخالف یعنی از سیم خودتان دور کنید این دفعه چه اتفاق میفته؟ اقربه گالوانومتر شما در جهت مخالف شروع به حرکت میکنه پس با حرکت این آهن رو با سیم سیمپیچ یک جریانی ایجاد شد این جریان از کجا فهمیدیم ایجاد شده اقربه های گالوانومت ما تغییر میکنه دیگه پس به این جریان ما میگیم جریان الغایی یا یک جور دیگه میتونیم عمل کنیم به این صورت که شما این دفعه آهن رو ثابت نگه دارید یعنی آهن رو تغییر ندیم مغناطیس جایش ثابت نگه دارید این دفعه سیمپیچ خودتانه یا کوایل به سمت ای آنروبا نزدیک کنید دور کنید نزدیک کنید و دور کنید چه اتفاق میفته وقتی که ما نزدیک میکنیم باز هم اقربه های تغییر پیدا میکنه نشان میده که اینجا هم یک جریانی به نام جریان آی یا جریان القایی ایجاد شد و وقتی که دور میکنید باز هم میبینید که جهت اقربه های شما در خلاف جهت میچرخه وقتی که حرکت اقربه های گالوانومتر روی صفر قرار می گیرن همه گی این ها نشاندنده ایه, ایه که جریان القایی ایجاد شده پس جریانی که از حرکت سیمپیچ یا ساحه مغناطیسی بوجود میه با این می جریان القایی یک سوالی که شاید پرسان شود شم از شما در امتحانات هم این سوال ممکنه که خیلی موارد بررسی قرار بگیره این سواله که تفاوت پتانسیل برقی که از حرکت نسبی سیم و ساحه مغناطیسی به وجود می آید و چه عواملی بستگی دارد این در واقع همون جریان الغایی رو میخواد بگه که به چه عواملی بستگی دارد میگیم که به چهار تا عامل بستگی دارد جواب این سوال میشه چهار تا عامل یک افزایش تعداد دورهای سیم پیچ یعنی هرچه طول سیم شما بیشتر باشه و بناعا تعداد دورهای سیمپیچ شما هم بیشتر باشه ما اینجا جران القای بیشتری داریم دو افزایش سرعت حرکت نسبی بین سیمپیچ و آنروبا هرچی شما آنروبا رو با سرعت بیشتری و سیمپیچ نزدیک کنید میبینید که باز هم ما تفاوت پتانسیل بیشتری داریم سه افزایش قدرت ساحه مغناطیسی هرچی ساحه مغناطیسی شما قوی تر باشه تفاوت پتانسیل برقی بیشتری داریم و چهارم زاویه ای که بین سیم و خطهای ساحه مغناطیسی ایجاد میشه این زاویه هم بستگی داره به اینکه تفاوت پتانسیل برقی شما به چه مقدار تغییر پیدا کنه پس ب چهار تا عامل بستگی داره البته یک فرمول محاسبه داره شاید عزیز با توجه به همین چهار تا عامل این فرمول استخراج میشه که باز ما در سنفای بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد با حل مسئله در های بعدی آشنا میشیم اینجا برای یک پیش زمینه ای که برای های بعدی ما باید بدانیم که تفاوت پتانسیل برقی به این چهار تا عامل بستگی داره خب شایدای عزیز و نازنین درس امروز ما هم به اتمام رسید ما در این درس در رابطه با القای الکترومغناطیسی جریان الغایی با شما از آن صحبت کردیم در رابطه با جهت قوه مغناطیسی با شما عزیزان صحبت کردیم و همچنین یک آله را به نام گالوانومتر مورد بررسی قرار دادیم گفتیم که گالوانومتر حتما در حضور یک ساحه مغناطیسی کار میکنه و برای اندازگیری جریان و همچنین تعیین جهت جریان برقی ما از گالوانومت ها استفاده میکنیم تا درس جلسه بعد خدا نگهدارتون